دیروز از تلویزیون ایران خب مثلا بیت رهبری رو که نشون میداد، خب نشون میداد که مثلا در مقابل رهبر داشتن عزاداری میکردن و خیلی قشنگ اشاره میشد به اینکه حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن و اومدن در خونه حضرت زهرا رو آتیش زدن و حتی به حضرت علی رو، یعنی توی البته توی روزه به این چیزا، تو سخنرانی و روزه که تو به همه اینا استناد میشد. یعنی شما کدوم یکی رو میگین که شما چی رو میگین که اصلا رهبر این چیزا رو قبول نداره؟ از این نظر میخوام بگم خواهر بزرگوار، ببینید که آقای خامنه ای میاد در مجالس عزا شرکت میکنه، عزای حضرت زهرا سلام الله علیها، چون او خامنه ای مجبور این کار را بکنه، چون خودش را به مرجعیت زده و خودش ادعای مرجعیت داره و مراجع عموما در ایام عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری میگیرن، لذا او اگر نیاید خب این برایش مانند همونطور که صدام میرفت نماز میخواد، نماز جماعت شرکت میکرد، تلویزیون هم پخش میکرد، صدام اگر اصلا نمیرفت منکر نماز میشد خب برایش خیلی بد بود، حسنی مبارک یا قذافی اینا شراب میخوردن اما اون وقت نماز خواندن هم میرفتن اینا، چون مردم فکر بکنه اینها مسلمان هستن و کسی نفهمه که اینها اصلا فاسق هستن. آقای خامنه ای چون ادعای مرجعیت داره خودش مجبوره که در مراسم حضرت عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت بکنه، اگر این کار را نکنه دیگر اصلا مصابه اینه که مثلا صدام نماز را منکر بشود یا قذافی اصلا نماز را منکر بشود، واسه آدم سیاست مدار زرنگ این کار را نمیکنه که خودش را صریحا بیاید مخالف جامعه خود قرار بدهد. اون چیزی که آقای در و مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها، خب مسجد عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا اگر باید روضه حضرت زهرا سلام الله علیها خوانده بشود، اونجا اگر روضه حضرت زهرا سلام الله علیها خوانده شده معنایش نیست، این نیست که سیاست جمهوری اسلامی مبتنی هست بر نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی که ما سیاست آقای خامنه ای را میبینیم در 30 چند سال گذشته، سیاست جمهوری اسلامی را میبینیم در 30 چند سال گذشته و سیاست هایی که از روز آقای خامنه ای رهبر جمهوری شده در این 20 چند سال گذشته میبینیم که سیاست حکومت ایران اصلا بر نصرت مذهب شیعه استوار نیست. مذهب شیعه یک آلتی هست، یک سرمایه‌ای هست در دست حکومت ایران برای مصرف کردن در جهت رسیدن به مقاصد خودش، و این که از مذهب حفاظت بشود، مذهب نگهداری بشود و مذهب تقویت بشود و منتشر بشود، این که خود اینها و حکومت اینها یک سرمایه ای باشد و یک ابزاری باشد برای خدمت مذهب، اینطوری نیست، قضیه بالعکسه. و همچنین قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها، سیاست حکومت ایران برای اینکه امر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام در جهان منتشر بشود و غاصبین حق حضرت زهرا سلام الله علیها آبرویشان برده بشود و این مسئله شهادت ایشان در جهان مطرح بشود اصلا نبوده و نیست، بلکه سعی بلیغ آقای خامنه‌ای بر اینه که این مسئله پنهان بشود و این مسئله مطرح نشود و آبروی ابوبکر و عمر حتی در بین شیعیان برای اونها ایجاد آبرو بشود و شیعیان به اونها احترام بکنند، و این دقیقا جنگ با حضرت زهرا سلام الله علیها هست و محاربه با حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در این شکی نیست. حالا امروز دوستان عزیز بیننده در کتاب‌های درسی که در ایران تدریس می‌شود برای طلاب مدارس دولتی کلاس پنجم مثلا ششم اینها، در اونجا صریحاً چیزهایی که برای ابوبکر عمر آبرو درست می‌کنند اونجا وارد شده و برای اونها وارد و این مطالب را جزء دروس دانشجوها قرار دادن، دانش آموزها قرار دادن و این مطلب بینندگان عزیز اینها حساب شده هست، بدون حساب نیست، این سیاست جمهوری اسلامی هست و سیاست آقای خامنه اینه، شیعه زدائی و تضعیف تشیع و از اون طرف برای ابوبکر عمر و قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها جای باز کردن برای در بین شیعیان. اگر ما ببین خواهر بزرگوار من، حکومت ایران مثلا خودش درگیر کرده با آمریکا، با اسرائیل، با اینها، در حالی که اگر واقعا آقای خامنه ای اصلا فکرش این نیست، او اصلا تو این وادی نیست، اصلا انقلاب اینها مبتنی هست بر افکار عمریگری، مبتری هست به افکار اخوانیگری و نه افکار شیعی، آقای خامنه ای اگر در این 30 چند سال میخواست مسائل تشیع همونطوری که صفویه به تشیع خدمت کردن خدمت میکرد، از اونها یک مثال های ما سراغ میداشتیم، بالعکس مثال های خیلی زیاد که اینها بر علیه تشیع قدم برداشتن و شیعیان از اینها خیلی ضرر دیدن.
حالا فرمایش اگر دارین من جواب میدم و الا خط بعدی رو میگیرم. نه فرمایش ندارم، ان شاء الله امسال سال ظهور مولا باشه، سلامت خواهرم، زنده باشی، سلامت. خط مخالفین سلام.